آقا جوادی، متاسفانه من نمیتونم با پرداخت وام شما موافقت کنم. مشکلی پیش اومده؟ شما خودتان بهتر از من میدونی که برای دریافت یک وام 30 میلیاردی دست کم به یک وثیقه 2-3 برابری احتیاج هست. تو پرونده شما یه همچین وثیقه نمیبینم. خیالتون راحت باشه، همه هماهنگی‌های لازم با آقای پور دلجو انجام شده. این به عنوان تضمین اولیه است. به محض راه افتادن کارخونه، همون سند کارخونه رو به عنوان تضمین میارم خدمتتون. ایشون گفتن برای شروع همین وثیقه با ارزش برابر اصل وام کافیه. ارزش برابر. ببینه آقا جوادی، این زمین بیرون شهر شما شاید بتونه تو قیمت گذاری نصف بیشتر وام شما رو جبران بکنه. اما حتی در حال حاضر تو این بازار راکت مسکن تو خود تهران بعید میدونم که حتی به مشتری 3-4 میلیاردی هم پیدا بکنه. فرض اول اینه که من با درخواست وام شما موافقت کنم، شما هم کارخونه را بندازی و همه چیز طبق روالی که میگید پیش بره. تازه در اون حالتم دریافت باقی وثیقه بعد از پرداخت وام خلاف مقررات ماست. فرضیه دوم اینه که کارخونه ای را نیفته، پولی هم بر نگرده و اون وقت من مجبور شم وثیقه شما رو به اجرا بذارم. خب؟ اون وقت چی جایگزین پول مردمی میشه که به ما اطمینان کردن؟ بهشون بگم که باقی پولشون کجاست؟ دارین زیادی سخت میگیرین. اگرم تو این دنیا نه، تو اون دنیا خیلی بهمون سخت میگیرن. به نظر نمیاد با این چیزا بیگانه باشیم. بیگانه نیستم، ولی بیزینس هم شرایط خاص خودشو داره. بله بله، ولی میشه از خط بیرون نزد. تجارت سالم راههای بیشماری پیش پای ما گذاشته. من امتحان کردم، جواب داده. گفتم که قبلاً با آقای پوردلجو هماهنگ شده. شما انگار در جریان نیستی. میگم باهاتون تماس بگیرن. بله بله، بگید حتما با من تماس بگیرن. ولی برای اینکه وقتتون تلف نشه همین الان بهتون میگم، محال ممکنه با توصیه کسی نظر من عوض بشه. وثیقه کامل بیارین، مشکلی نیست. دستور پرداخت وامتون رو میدم. بله، اتو کرده بودیم، ولی همونجا هم جا گذاشته بودیم. تو کمدت آویزونه. مدیر ملی هاستیکوتای گمرک گفت بر اساس رتبه‌بندی سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی گمرک ایران نیز پیداش کردی خانم مدیر. الان من تیکه انداختی بابا. خب قربونه برم، من دیشب اتو کردم که صبح سرم کنم دیگه. حالا شب تا صبح تو کمد نره نمیشه نه؟ مامان الان از کمد درش رو بردی خسته شدی؟ نه ولی یکم منظم باشی چه ایرادی دیرم شده. بشین چای تو بخو، خودم میرسونه بعد. آدم یه روز میتونه به خاطر دخترش دیرتر برسه. یه روز بله. آدم هر روز میتونه دیرتر بری سر کار. جلو یکی این حرفا رو بزنید که شما دوتا رو نشناسید. سرسوبی به چی فکر میکنید؟
امروز انتخابات هیئت مدیره است. خب نگرانید؟ نگرانید؟ آخرین باری که پدرمو نگران دیدم یادم نمیاد. تو پوردلجو رو میشناختی؟ پوردلجو؟ اسمش آشناست. آها، هم که شریکتون بود دیگه. آره، بنده خدا پارسال که فوت میکنه تجارت خانوادگیش پسرش ادامه میده. خب کل سهام بانکش هم میرسه به پسرش. این اولین باریه که تو انتخابات هیئت مدیره شرکت میکنه. از همون روزی که همه ما جمع شدیم و این مؤسسه مالی رو راه انداختیم تا الانی که تبدیل شده به یه بانک، به یه چیزی اعتقاد داشتیم. اما این پسر یه جور دیگه است. شما که با مدرنیزه شدن بانک مشکلی ندارید، رابطتون هم که خیلی خوبه با جوونا. ولی نه با این یکی، یه خورده فرق داره. بابا گفتم بهتون مارال داره میره؟ کجا؟ فعلا میره مالزی. دیشب زنگ زد گفت کاراشو کرده، میخواد بره درس بخونه. یه وقت دختر ما هوای رفتن به سرش نزنه. چی شدی و همچین فکری کردین؟ آخه هفته پیشم یکی از کارمندای به درد بخورمون اومد تصویه حساب کرد بره استرالیا. کلی باش حرف زدم که آقا جون تو کار بلدی، اینجا پیشرفت میکنی. تصمیمشو گرفته بود. با این چیزایی که الان من دارم دور و بر خودم میبینم. لیلا تو همه چیز مایی. من کجا برم از زیر آسمونی که توش دختر حسین سالارم؟ کجا از اینجا برام بهتر؟ داشت یادم میرفت بابا، اینو براتون گرفتم. چی هست؟ همونی که دنبالش میگشتیم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. هنوز زیر یه سقف نرفتین؟ نه، قرار بود دو سه هفته بعد اون اتفاق عروسی بگیریم که من نمیدونم اصلا یهو چی شد. با مامان بابام بحث شد، گفت یا با من میای یا دیگه هیچ وقت من نمیبینی. منم عقد کردش بودم، گفتم میرم آرومش میکنم. نشد. مامان بابام هم دوباره اومدن باهاش حرف زدن، ولی فایده نکرد. مامانش خیلی مهربونه، این مدت پیش مامانش بودم. آخه نمیذاره برگردم خونه خودم. چند وقته؟ نمیدونم، یه سه ماهی شده فکر کنم. سرده زیر مراسم گرفتم، میگه اگه مراسم بگیری مامان بابات حق ندارم بیان. اصلا نمیشناسمش، یکی دیگه شده انگار. دوستش داری؟ نمیدونم دیگه، واقعا نمیدونم. ببین
من میتونم باهاش حرف بزنم. پیش منم نیاد میتونم برم شرکتش. ولی ممکنه این کارو بدتر کنه. ما باید بفهمیم اون روز چه اتفاقی افتاده. یعنی چی؟ اون یه مرده. یه چیزی غرورش رو جریحه دار کرده. یه حرفی تیر شده نشسته به قلبش. اگه واقعا همه چی با عشق شروع شده، فقط خودت تو میتونی این تیر رو از قلبش در بیاری. فقط تو میتونی بفهمی چه چیزی انقدر اذیتش کرده یا بابتش تحقیر شده. وقتی با این پافشاری نگهت میداره، یعنی دوستت داره. همه چیزهای خوب دنیا رو برای تو میخواد. شک نکن. با هم حلش میکنی. مگه نگفتم تماس رو وصل نکنی؟ خیلی خوب وصل کن. سلام، اتفاقی افتاده؟ خدا رو شکر. خب نگران شدم هیچ وقت دفتر زنگ نمیزنی. گوشیت خط نمیداد. نه برو به کارت برس. فقط این که زنگ زدم بگم امروز انتخابات هیئت مدیره است، ممکنه یه خورده دیرتر بیام. نه چه هرس و جوشی. خوبم. خواستم قبل رفتن تو جلسه صدا تو بشنوم. شب میبینمت. خداحافظ. سلام عرض شد قربان. به جا آوردین؟ درسته تا حالا سر یه میز نشستیم، ولی میشناسمت. باعث افتخاره که بنده رو به جا آوردی. کیه که جناب سالار رو نشناسه و پشت سرش نگفته باشه که دورانش به سر اومده و مدیریتش مال عهد ماشین دودیه. اگه پشت سر گفته شده، واسه اینه که تالا رو درو نشدیم. جناب سالار، من از بچگی ویژگی بد داشتم، اونم بود که نمیتونستم حرف حق رو نگم. جلسه تو سالن کنفرانسه. اصلا شبیه بابای خدا بیامرزت نیستی. ولی شما دقیقا همون جوری هستی که مرحوم پدر تعریف میکرد. غیر قابل انتها. اگه شما با وام این جوادی موافقت میکردی، میدونید چه راه های جلو پای ما وام شد؟ ما اینجا به کسی باج نمیدیم. راه فرعی هم نداریم. فقط صراط مستقیم. برای همین اینجا اسمش شده نینوا. من با همین دستای خودم پی اینجا رو کندم. حالا تو میخوای بهم بگی چطوری میتونی اینجا رو بهتر از من اداره کنی؟ شما مؤسس اینجا هستین درست. ولی خودتون خواستین که همه چی به رأی اکثریت بشه. امروز معلوم میشه که چقدر اکثریت باشون است. بفرمایید. شما بزرگتر. امروز دهمین سال تأسیس مؤسسه و پنجمین سالیه که داریم به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور فعالیت میکنیم. این اتفاق بزرگ بیشتر از هر چیز مدیون یکدلی هیئت مدیره و مدیریت سنجیده جناب آقای سالار در سالهای گذشته است. من به 4 عضو جدید هیئت مدیره که تونستن با رأی خوبی وارد این اتاق بشن تبریک میگم. فکر نکنم لازم باشه درباره شایستگی های آقای سالار بحث و جدالی داشته باشیم. ببخشید، عذر میخوام. من تقاضای رأی گیری برای احراز صلاحیت آقای سالار رو دارم. منظورت چیه؟ طبق این نامه با تقاضای 1/3 اعضا میشه در مورد عدم کفایت مدیرعامل رأی گیری کرد.
اجازه میدیم؟ ترکیب هیئت مدیره که همیشه نباید یه دست بمونه. بهتره سلیقه‌های نو هم وارد بشه. من نمیفهمم. آخه چرا؟ تراز مالی بانک در بالاترین حد ممکنه. بهترین وضعش توی دهه گذشته داره. حجم اعتباری که توی همین چند ماه اخیر وارد بانک شده قابل قیاس با طبق قانون عمل کنیم. بذاریم پوردلجو نظراتشو بگه. برای آقای سالارم فکر میکنم قانون بالاترین چیز باشه. خب چاره ای نیست. هرچند من هنوز نمیفهمم. هیئت مدیره منتظر شنیدن دلایل شما قبل از رأی گیریه. من تراز مالی بانک جامعه رو واسه‌تون آوردم. به هر حال میدونی خودتون دیگه، بانک جامعه رقیب ما در جذب سرمایه‌های یه گروه هدف مشترک. این بانک تو سال گذشته 3.5 برابر ما سود کرده. یعنی دقیقش رو بخوام بهتون بگم 3.62 برابر ما. چرا؟ عرض میکنم. ببینید، بازار مالی کشور آماده میده چی؟ این بازار در بهترین حالت و ملتهب‌ترین حالتش در طی دهه گذشته است. شک نکنید، همه مدارک و اسنادم هست. اگر مدیریت مجموعه ما فقط کمی انعطاف از خودش نشون میداد، میتونستیم سرمایه هامون رو چندین و چند برابر بکنیم. بارها در طول سال گذشته بنده پرسیدم، شماها پرسیدیم، با واسطه بی واسطه، آقای سالار چرا به ما اجازه نمیدید وارد حوزه دلار بشیم؟ چرا؟ ما میتونستیم، بازم میتونیم با این حجم از نقدینگی که داریم حرف اولو در حوزه دلار بزنیم، در حوزه سکه بزنیم. نکردیم این کارو. چرا؟ ما تو بورس و ساخت و ساز سرمایه گذاری کردیم، تو باغات صنعتی دماوند و ساوه هم همینطور. بذار حرفشو تمام کنه. بله، اجازه بدین حرفمو تموم بکنم. هم من میدونم دارم چی میگم، هم جناب آقای سالار. امروز روز تصمیم گیری. امروز ما باید انتخاب بکنیم بین مدیریت سنتی که داره این مجموعه رو با سر میزنه زمین، با مدیریت جوان و جدیدی که میخواد ایده نو بیاره، فکر نو بیاره. واقعا همچین فرصت تصمیم گیری مخالفم داره؟ دستمالم نداری؟ دستمالا تموم شده، باید تأمین بودجه بشه تا بریم بخریم. ببخشید، باید چی بشه؟ تأمین بودجه. همچی میگه تأمین بودجه، انگار میخواییم مثلا خاروبار کل کشور رو تهیه کنیم. برحال فعلا مقدور نیست. به نظر من آقای سالان باید یکم بیشتر به این مدرسه برسه. اونم مسئله بهداشت. بابا بهداشت مهم، الان این وضعیت منه، نگاه کنیم. درست نیست دیگه. آخه هر روز یه مشکل، هر روز. وضعیت معلمامون رو دیدین؟ هر هفته چهار تاشون میذارن قرار میکنن میرن، زحمتشون میفته گردن من، جورشون رو من باید بکشم. بابا نمیشه دیگه. آخه سر چی اونم نه، اینم وضعیتمون. نبود اولین ساده ترین چیزایی دم دستی نه. خانم تارووردی، لازم نیست سر این چیزای کوچیک انقدر پای بودجه و هزینه و پدر من وسط بکشید. هر لوازم بهداشتی که لازمه بخرید، فاکتور کنید. چش بازم تمام کاسه‌کوزه ها سر ما شکست. در ضمن مشکل شما هم با این چیزا حل نمیشه. مرخصی ساعتی بگیرید. همه عمومی هم این بغله. بله، خیلی ممنون.
شما فکر میکنین سود ما تو این اوضاع ملتهب دقیقا چقدر بود؟ عرض میکنم. در حوزه بورس 14%، باغات 3%، حوزه مسکن 17%. اگه این سرمایه گذاری رو ما در بازار غیر ساکن دلار و سکه انجام میدادیم حداقل 200% سود میبردیم. حاج آقای طاهر، شما بزرگ مایید، همه این جمع هم شما رو به تقوا و دیانت قبول دارن. اگر هم کسی باشه که در امور خیریه باشه، باز هم شما رو پیشکسوت میدونه. سوال آجا بفهم. اگر ما با رعایت همه جوانه خمسمون رو بدیم، زکاتمون رو بدیم، در بازار دلار و سکه سرمایه گذاری کنیم، اشکال شرعی داره؟ اگر شرایطش لحاظ شه، نه، اشکالی نداره. خدا پدرتونو بیامرزه. اگه اینطوری بتونیم سرمایه‌مون رو چند برابر بکنیم، از قبل این سرمایه چند تا کار خیرم انجام بدیم، اشکالی داره؟ عرض کردم آقا جون، از نظر بنده هیچ اشکالی نداره. من برخلاف نظر آقای سلطی که اتفاقا خیلی هم بهشون ارادت دارم، معتقدم ما سال گذشته باختیم، شکست خوردیم. عقل بیزینس میگه اگه از اوضاع امروز بازار استفاده نکنیم 10 تا مؤسسه و شرکت دیگه مثل تیر از بغل گوشمون رد میشن. بعدها آیا بشود یا نشود که بتونیم اینها رو بگیریم؟ من و سایر دوستای همفکرم توی هیئت مدیره تقاضای رأی عدم کفایت برای جناب سالار رو داریم و انتخاب مدیر عامل جدید. آقای سالار، طبق قانون قبل از رأی گیری منتظر شنیدن دفاع شمایی. حرف زیادی نیست. شما همتون منو میشناسین، چه اونایی که قبلا تو این اتاق نشستن و چه اونایی که امروز دست بلند کردن و رأی آوردن. هممون توی نشست و برخاست ها، توی روال عادی کارها هم دیگر رو شناختیم، با اخلاق هم دیگه آشناییم. روزی که من بنیان اینجا رو گذاشتم فکر میکردم یه جای کار بقیه میلنگه و من باید اون کار رو همون جوری که درسته انجام بدم. میبینید که بعد از 10-15 سال خیلی جلوتر از بقیه چرخ این بانک داره میچرخه. در تمام این مدت هیئت مدیره به هم اعتماد داشته و جوابشو گرفته. این کشتی فقط یک ناخدا داره. ناخداشم فقط یک مسیر رو بلده. سر راست‌ترین مسیر برای رسیدن به خشکی. تا وقتی من مدیر عامل این بانکم، یک قرون از پولای مردم وارد این بازار بی سر و ته سکه و دلار و بقیه بازارهای شبهه‌دار نمیشه. ما امانتدار سرمایه‌های حلال مردمیم. یک قرون پول حروم قاطی این پولا نمیشه، حتی یک قرون. حالا دو حالت داره: یا هنوزم به من اعتماد دارید و فکر میکنید من همه تلاشمو میکنم برای اینکه شما و همه کسانی که شما توی این اتاق نمایندگیشونو دارید به سود کافی میرسید، و یا اینکه سود بیشتر میخواید به هر قیمتی. که اگه اینجوریه، من خودم به شما توصیه میکنم که هرچه زودتر منو عزل کنید، چون اصلا فلسفه وجودی این بانک بر کسب مال شبهه‌دار نیست.
علم اقتصاد میگه آقای سال. علم اقتصاد میره و میسته پشت دین و منطق و انسانیت. اول به اینا میرسیم، بعدش نوبت علم اقتصادم میشه. ما سرمایه گذاریم، تاجریم، تاجر مسلمون، تاجر مسلمون ایرانی. قیمت دلار و سکه بالا رفته که رفته، ما تحریم شدیم که شدیم. ما هم باید فشار رو زن و بچه مردم بیشتر کنیم و نون از گلوشون ببریم. از کی توی اساسنامه این بانک تا این اندازه پستی رو تصویب کردین که من غایبش بودم؟ از کی حساب تجارت با حرف شرع توفیر پیدا کرده؟ به اجتهاد رسیدید؟ من دیگه حرفی ندارم. رأی گیری برای عزل یا ابقای آقای سالار رو شروع می‌کنیم. طبق آیین‌نامه رأی گیری به صورت علنی و با بالا بردن دست راست انجام میشه. توی این مورد خاص رأی ممتنع قابل قبول نیست. خود آقای سالار هم نمیتونن توی این رأی گیری شرکت کنن. در صورتی که آرا مساوی باشه، ایشون تا انتهای این دوره به کارشون ادامه میدن. نتیجه رأی‌گیری هم تو صورت جلسه امروز ثبت میشه و به امضای همه اعضای هیئت مدیره میرسه و از ابتدای ماه هم لازم الاجراست. موافقان عزل آقای حسین سالار به دلیل عدم کفایت دستشون رو بالا ببرن. من با سالار اختلاف سلیقه دارم، اما خیلی بیشتر از اون به سلامتش اعتماد دارم. حسین باید مدیر عامل بانک بمونه. بسیار خوب. آقای سالار تا انتهای دوره به وظایفشون ادامه میدن. ختم جلسه. صلوات. شانس آوردی جوون قدیم. پیر شدی صداقت، خیلی پیر شدی. خیلی نزدیک بود. خیلی آقای سالار. ولی من ناامید نمیشم. شاید من چیز زیادی از بابام به ارث نبرده باشم، اما یه چیز خیلی خوب یاد گرفتم. اگه دری بسته بود انقدر میکوبمش تا در برون وا بشه. دور زمانه به هم یاد داده که هیچ دری تا ابد بسته نمیمونه. فقط باید کلیدش رو پیدا کرد. بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید، اجازه هست؟ مشکلی پیش اومده؟
میخواستم بگم میخواستم یه وقت خدای نکرده براتون سوء تفاهمی پیش نیومده باشه. من اصلا من نه، یعنی همه ماها، ماها هممون میدونیم که پدر شما دارن تمام هزینه های اینجا رو بدون کوچکترین چشم داشت مالی به عهده. یعنی ما سوء تفاهمی نبوده. فکر میکنم حرفاتون به اندازه کافی سریع و مشخص گفته شد. نه من اون نکرده ورزش کرده بودم. من ورزش که میکنم گور میگیرم، بعد کلافه میشم. این آدمایی که وقتی حالشون خوبه به هم لبخند میزنن، مشکلی ندارن. وقت سختیه که میشه واقعیت آدم ها رو فهمید. نه؟ اینجوری نیست؟ میدونین خانم سالار، من هم برای پدر شما، هم برای شخص شما من خیلی احترام قائلم. برای زحماتی که داریم برای این بچه ها میکشیم، برای حمایت هایی که ازشون میکنیم. جمله ها مهم من آقای طالب آبادی. بله خیلی خیلی. شنیدن یه سری حرفا از آدمایی که انتظارشو نداری یه ذره دردش بیشتره. دیگه هم نمیخواد جور معلم ورزشو بکشید. من در اسرع وقت خودم یه نفر رو جایگزین میکنم. نه این که من خودم اینو میخوام، اصلا پیشنهاد خودم. من نفسم گذاشتی. دست شما درد نکنه. الان بفهمی سر کارتون. در ضمن پیشنهاد خانم تاروردی هم پیشنهاد بدی نبود. در مورد این مرخصی ساعتی و اینا. بله، چشم. با اجازت. حتی الان نمیرم و بعد از ساعت کار میرم. آقای سالار تشریف میبرید؟ از خونه تماس گرفتم، نگرانتون بودم. چند درصد آدمای این بانک با حرفای پور دلجو موافقن؟ چیزی شده؟ میدونم که تمام اتفاقات اون اتاق الان دیگه همه جا پخش شده. میخوام راستشو بشنوم. چند نفرن؟ خب بیشتر جوانان. نه بیشتر از فقط یه سری جوان هستن. امروز آدم های زیادی پشت سرش ایستاده بودن. داشتم می دیدمشون. به اینجا رو باز نکردم که بشه شبیه همه اون مؤسسات مالی و بانک های دیگه. نینوا قرار بود الگوی بانکداری اسلامی باشه. به نظرم شما نترس. بگو. آره ترسیدم، نه به خاطر از دست دادن این میز و این اتاق. ترسیدم از این بازار بی در پیکری که میتونه همه چیز رو شبیه خودش بکنه. روز اول ما اینجا همه یه رنگ بودیم، یه دست. هیچ کس فکر دیگه ای تو سرش نبود. قرار نبود از جیب کس دیگه ای بیرون بیاد و بره تو جیب ما. قرار بود کار کنیم و سهم خودمون از این بازار برداریم. چی داره به سرمون میاد؟
هم باشین موافقی نه؟ من نه، نه اینجوری بیقاعده. اما با تای حرفاشون موافقی؟ فکر میکنی داریم فرصت جلو زدن از رقبا رو از دست میدیم؟ میفهمم، میفهمم. شور جوونی، وسوسه قدرت. کسی دیگه هم تو این ساختمون مونده؟ نه، همه رفتن. بهتره ما بریم. چقدر خوبه که لااقل یه چند نفری تو این شهر منتظرمون هستن. یه عمر پدرت نتونست برسه وسط اون عکس. حالام خودت. بازم سالار اون وسطه. آرایشگاه بودی؟ روان پزشک. مشکلات روانیتون تایید شد؟ در مورد همسرم میپرسید. بهش گفتم یه لوزره، میخواد شکستای باباشو جبران کنه اما نمیتونه. اشتباه گفتی، من تازه وارد این بازی شدم. اونی که میباخت دیگه رفته. اما این عکسی که جلوت بازه و یه رو به بهش خیره شدی چیز دیگه ای میگه. روانشناسم مدت ها سعی کرد من یه لیست از چیزایی که میخوام بهشون برسم و درست کنم و بذارم جلوی چشم تا به داشتنشون عادت کنم. من که گوش نکردم. اما انگار مشاور تو هم برای توصیه های مشابه داشته. هیچ وقت اینقدر به سقوط نزدیک نبوده. فقط یه رأی هم آوردم. یه رأی. باور میکنی؟ یعنی بالاخره پردلجوی کوچیک آرزوی پنهان پدر بزرگوارش رو عملی میکنه و سالا رو کنار میزنه؟ کنار نمیزنم، زمین میزنم. یه روز از مادرم پرسیدم چجوری این همه عاشق بابام بوده؟ گفت عاشق قدرت بوده و پدرم قدرتمندترین مردی که تو زندگیش دیده. زندگی با پدرم بهش احساس امنیت میداد. میراثی که به منم رسید.
اما تو هیچ وقت اون مرد قدرتمندی که بهش تظاهر میکنی نبودی. کاش واقعا شده باشی. کاش این لحنت واقعی باشه. شوهری که همیشه آرزوشو داشتم. من آخر هفته نمیام شمال. کار دارم. کار؟ چه کاری ممکنه داشته باشی؟ جز عیاشی با دوستات و اون دوره های غیر قابل تحمل همیشه گیت. میخوام برم مهمونی سالار. مهمونی سالار؟ تو؟ چی تو کلته؟ گفتم که این دفعه فرق داره. شاید مهمونی سالارم با همه سالا فرق داشته باشه.